میهن من، ای فدایت سلطن من، برده آزر هم سر گوهر، خود باک تو بطن من، سرکراز باشی میهن من، ای فدایت سلطن من، برده آزر هم سر گوهر، خود باک تو بطن من. سلام مخصوص بر دوستان، آشنایان، رفقایی که از وقت خودشون یک ساعت رو مایه میذارن و تشریف میارن در ضیافت گفتگوی خودشون شرکت میکنن. من خیلی خوشحال هستم که در حضور شما هستم و این موقعیت رو ازش استفاده میکنم برای تمام شما و تبریک سالگرد شمسی رو به شما تبریک میگم و امیدوارم که نوروز برای شما هر روز باشه، هر روزتون نوروز باشه، هر روزتون مبارک باشه. چون ما در آیین گذشته حتی نگفتن سال نو، نگفتن، گفتن نوروز، یعنی روزی که نو شده همه چیز. پس برای ما هر روز ما نو هست، هر روز ما نوروز هست. و من امیدوارم شما در آغوش گرم خانواده خودتون با یه استکان چای و یا یک فنجان قهوه شرکت کنید و ما رو سرفراز بفرمایید. و هر چقدر که خب ما آرزوی خوشی و سلامت برای شما داشته باشیم، هر کس برای بقیه هم همین دعا رو بکنه، دعای دست جمعی میشه و امکاناً تأثیر خوبی داشته باشه برای همه. و ما هم امیدواریم که سال آینده در هر کاری هستید، در هر راهی هستید، در هر شغلی که هستید موفق باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. ما امیدوار هستیم که اونهایی که تو این دنیا دارن زندگی میکنن، اونهایی که تو این دنیا کار به دستشون هست، اونهایی که بالاخره بیشتر از یه نفر یا دو نفر صداشون رو میشنون، تفکری بکنن و ببینن که بابا تمام این مردم در این مجموعه بزرگی که به کره زمین میگن دارن زندگی میکنن. و این کره زمین هم بارها گفتیم که این در حال حرکت هست و در منظومه شمسی هست، خود منظومه شمسی در حال حرکت هست. حالا کجا داره میره، چطور داره میره، چطوریشو میریم، دور خودش داره میچرخه، ولی چطوری داره میره، کجا داره میره، اینا رو ما خوب نمیتونیم زیاد بدونیم. علم و دانش بشر هم به جایی رسیدی که میتونه بعضی از چیزها رو نظارت کنه، ببینه بله یه چیزی اینجا بوده، حالا بعد رفته اونجا، پس بنابراین اینها رو به هم وصل میکنه و ازش یک تفکری ایجاد میشه که این تئوری های مختلف هست. و بالاخره هرچی هست و نیست، ما همه با هم دیگه تو این کره زمین هستیم، یا باید یاد بگیریم با هم کنار بیاییم، یا اینکه همدیگر انقدر بکشیم دیگه کسی نبودیم. بعد در کنار اومدن هم چیزهای مختلف هست. یه عده از این دارن سوء استفاده میکنن، میان خب من اینطوری هستم باید قبول کنی که
مثلا اینطوری بشه. بعد ما شنیدیم کی بود، دیروز پریروزا بود، در یکی از ایالت ها فکر کنم الاباما باشه، الاباما یک به اصطلاح مجلس سنا داره، خودش یک مجلس شورا داره، این دو مجلس رأی دادن که دیگه دولت از کار صدور اجازه سند ازدواج بیاد بیرون، یعنی اون لایسنس یا لیسانسی که می نوشتن که این دو نفر با هم ازدواج کردن بیاد بیرون و تمام اینها رو به عهده مراکز مذهبی بدن، یا کاتولیکن یا پروتستان هستن یا مسلمونن یا یهودی هستن یا غیر باور هستن یا هرچی هستن، به تمام اینها این چیزها رو دادن که بله شما میتونید هر کی از در وارد شد خواست ازدواج کنید، بله شماست که به دولت کاری نداره، به خود ملت برمیگرده. و این یک قدم خیلی خیلی بزرگی هست در جهت اینکه چقدر به این مردم امریکا باید فشار بیاد که اینا دیگه جونشون به لبشون رسیده و قبول کردن که بله مانعی نداره دو نفر مرد با هم ازدواج کنن یا دو نفر زن با هم ازدواج کنن. یک کسی بود به جاناتن التن، التن جان یا هم چیزی که خواننده انگلیسی اصل بود، چند وقت پیش ها توی یکی از این برنامه ها دو تا بچه کوچولو خیلی قشنگ هم آورده بود، یه آقایی هم بغل دستش وارد بود، گفت این بچه های ما هستن. و اینم خب بالاخره کودکان یا خردسالان یا نوجوانان وقتی این چیزا رو میبینن ممکنه زیاد درک نکنن، خب چطور ممکن از دو تا مرد بچه در بیاد. حالا این بی‌انصافا هم شر نداره میکردیم، مثلا از هر کدوم ما یه چیزی رو گرفتن در قاطی کردن در رحم یک مادری، در رحم یک زنی گذاشتن که اینا اونجا رشد کردن و به دنیا اومدن و اینا میگه حق دارن که من این کارو بکنم و اینا بچه های ما هستن. حالا اینش هیچی، بعضی از رجال مملکت بعضی کارهایی که داره انجام میشه رو خیلی بهش اعتبار میدن، خیلی بهش بیان مانعی نداره. همین آقای اوباما رفت در آفریقا، یه جایی که اونجا پدرش به دنیا آمده بود به نام کینیا، اونجا هم این صحبت ها رو کرد، گفت بله باید همینطور باشه اینطور باشه. اون کسی که اونجا رئیس اون مملکت کینیا هست اومد گفت نه در مملکت ما اینطور چیزا برای ما چیز نیست، عادی نیستش، خیلی غیر عادی که دوتا مرد بخوان با هم دیگه عشق بازی کنن در محل عام، میتونن در اتاق خودشون هر جایی هستن هر غلطی میکنن در خلوت خودشون انجام بدن، نه که بیان تو خیابون بگن بله ما اینطوری هستیم و همه باید قبول بکنیم. بعد یه آقایی هست به نام جو بایدن که ایشون معاون رئیس جمهور هستن، چند روز پیش هم در یه محلی که سخنرانی میشد راجع به پشتیبانی مردم امریکا از غاصبین سرزمین های فلسطین، و این هم تا حالا دیگه جا افتاده دیگه، هر سالی که انتخاباتی هست تمام اونهایی که امکان داره کاندیدا شدن، امکان داره رئیس جمهور بشن، باید بیان و ثابت کنن که چقدر عبد غاصبین سرزمین های فلسطین هستن و هر کاری از دستشون بر بیاد برای بقای این رژیم غیر قانونی همکاری خواهند کرد و به هیچ وجه اجازه نخواهند داد که از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ قدرت نظامی و این چیزها اینا کم داشته باشند. و آقای بایدن یه حرفی زد که خیلی جالب بود، اینم برای من واقعا تازگی داشت که اینو شنیدم. ایشون گفت که یک شخص خیلی جوونی بود که هنوز وارد مجلس نشده بود یا مجلس شورا بود و سنا نیومده بود یا همکاری میکرد با یکی از اونهایی که سناتور هستن و رأس کسی بوده، اون زمان یه سفری به سرزمین های فلسطین میکنه، اون موقع شخصی به نام گولدا مایر اونجا نخست وزیر بوده و یه جشنی برای یه روزی گرفته بودن این حرف ها و ایشون هم نماینده مثلا از طرف این سناتور یا از طرف یه کسی از طرف آمریکا رفته بوده اونجا در این شرکت کرده بود و ایشون میگفت که بله من وایساده بودم، خانم گولدا مایر هم اونجا وایساده بود، من صدا کرد که بی جلو بی نزدیک، بعد میگه من رفتم نزدیک که ببینم مثلا چه سری چه چیز اسرار
خیلی پنهانی رو میخواد به من بگه. من که رفتم اونجا این جمله رو گفتم، من نوشتم آهان، میگه گولدمایر سرش آورد جلا به من گفتش که We have no place else to go. خب گولدمایر به آقای بایدن اون زمان، حالا 40 سال پیش بوده 50 سال پیش بوده نمیدونم، خیلی سالهای پیش بوده که ایشون خانم گولدمایر، بعد از آقای بنگوریان بود که ایشون نخست وزیر اونجا شدن، یعنی دومی نخست وزیر اون منطقه بودن. بعد یک گوش سر ده اومدم بیخی گوش من گفتن که ما هیچ جای دیگه رو نداریم که بریم. بعد میگه این حرف رو که این خانم زد چنان من شکسته شدم که ای داد، چطور امکان داره که افرادی جایی نداشته باشن و فلان این حرف ها. من هم گفتم که مثلا اینطور و اونطور، خلاصه دروغ رو ببینی. در حال حاضر، در حال حاضر کدوم یکی از افرادی که رفتن مملکت بزرگی به فلسطین رو غصب کردن جای دیگری برای رفتن ندارن؟ همشون هم دو تا تبعیت دارن، همه دو تا تبعیت دارن. چند روز پیش هم یه اتفاق خیلی بدی افتاده، دو نفر از اینها کشته شدن و اینم اینجا گفتن که بله اینا از افرادی بودن که دو تا تبعیت داشتن. و آقای بایدن اون زمان این حرف رو زده، 3 روز پیش این حرف رو در شهر واشنگتن در اون جلساتی که افرادی که برای پشتیبانی قاسم سرزمین های فلسطین ایجاد کرده بودن اومد این صحبت رو کرد. بعد از اونم یه چیز دیگه گفت، اینو خوب گوش کنید، خوب گوش کنید که من چی میگم. آقای بایدن گفتش که بله در تمام دنیا مخصوصا در اون منطقه که هیچ نوع دموکراسی نیست، هیچ نوع آزادی نیست، هیچ نوع فلان نیست، هیچ نوع فلان نیست، هیچی 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 نیست، فقط یه جا هست و اونم اون سرزمین های قاسمین سرزمین های فلسطینه. و نشونش هم داد، گفت میدونی چرا؟ پارسال بزرگترین رژه که برای افراد همجنس باز بود، اسمش هم میذارن گی پراید، میگفت بزرگترین رژه اونطوری در اونجا انجام شد که هیچ جای دنیا لنگه نداره. خوب گوش بکنی، هیچ جای دنیا همچین رژه گفت من ندیدم که افراد همجنس باز، حالا اینا رو 4 طبقه کردن، گی، لزبیان، ترانسجندر و یه چیزی هم لزبیان گفتیم، گی، لزبیان، ترانسجندر، بایسکشوال. خب اینا رو هم طبقه بندی کردن که حالا اگر کسی نمیدونه خوب بدونه که گی یعنی چی، لزبیان یعنی چی، اونی که خودشو شبیه زن یا مرد میکنه یعنی چی، اونی که هر دو طرف همه میتونه زن باشه همه مرد باشه اون یعنی چی. و ایشون آقای بایدن معاون رئیس جمهور امریکا، امریکایی که در قدرت جهانی خودشو نمره 1 میدونه، از خودش همیشه تعریف میکنه که ما بزرگترین قدرت دنیا هستیم، برای اینکه در زمین و آسمون و آب و دریا، زیر زمین، روی زیر آب، روی آب، زیر همه جا، در فضا، همه جا ما حاضر هستیم 24 ساعته و 7 روز در هفته. و یک همچین شخصی بیاد در همچین مقامی تعریف کنه از رژه‌ای که در کجا انجام شده، در سرزمین های فلسطین در سرزمین های فلسطین غصب شده به وسیله افرادی که نه مال اونجا بودن، نه اونجا به دنیا اومدن، از جاهای مختلف دنیا را افتادن رفتن اونجا، یه عده از اروپا رفتن، یه عده از روسیه رفتن، یه عده از جاهای دیگه، همه جمع شدن رفتن اونجا و هم دو تا مملکت دارن. نیست که جایی نیست برای اینها، چی کی میگه جایی نیست، اینقدر جا هست. ولی برای این بنده های خدا، بیچاره هایی که اونجا دارن میسوزن، اونجایی که همه اینها رو 1001 جور بلا سرشون میارن، یک ویدیوی کوچیکی دست ما رسیده که نشون میده یک بچه کوچولویی رو که چند وقت پیشا یه بمب آتش‌زا انداختن تو خونهشون، مادرش و پدرش و برادرش و نوزاد کوچولویی رو کباب کردن همه رو، اینم توش سوخته بود، سرش و این حرفاش سوخته بود، یه عده از
جاهای مختلف رفتن و با این دارن بازی میکنن. به زبان عربی شما ممکنه این آقای رونالدو رو بتونید تشخیص بدید که فوتبال باز معروفه. امکان داره اینو ببینیم حالا؟ تشکر میکنم. یک دقیقه خورده هم بیشتر نیست. أحمد دوابشة يمسك بحلمه أخيرا من قلب مقر نادي ريال مدريد لكرة القدم في العاصمة الإسبانية. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ملهم الطفل الفلسطيني وصاحب الدعوة كان في مقدمة مستقبلي أحمد لدى وصوله إلى مقر النادي الملكي. رونالدو لم يكن الوحيد في الاستقبال، فقد حضر زميله في الريال البرازيلي مارسيلو والويلزي جاريث بيل، واخذوا معه صورا تذكارية وقدموا له قميصا وكرة عليهما توقيع افراد الفريق. ريال مدريد ذكر على موقعه الرسمي ان الطفل الفلسطيني ذا الخمسة اعوام قام بجولة على منشآت مقر النادي قبل ان يحضر حصة تدريبية للفريق بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان. أحمد دوابشة بدا منتشيا وهو يرتدي القميص المقدم له من الفريق والذي يحمل الرقم 7 العائد لرونالدو وعليه اسم أحمد. كما قام دوابشة بجولة قصيرة داخل أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، وكان رونالدو قد استجاب لرغبة الطفل الصغير في رؤيته وجها لوجه في خطوة إنسانية أشاد بها الجميع واعتبرها رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل رجوب لفتة عظيمة من ريال مدريد وإدارته ورونالدو. وسيعود أحمد من مدريد لمواصلة العلاج من إصابته بجروح بالغة نتيجة إضرام مستوطنين متطرفين النار في منزل عائلته في 31 من تموز يوليو الماضي في قرية دوما قرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وأسفر الحريق عن مقتل الرضيع علي دوابشة وإصابة والديه بحروق بالغة فارقا بعدها الحياة. این ویدیوی کوتاه شرح حال این کودکی هستش که تمام خانوادش و این قاصبین سرزمین های فلسطین رفتن و در خونهشون اینها رو کباب کردن. این بچه بازمانده اون خانواده هست و تمام دنیا در حال همدردی با این کودک هستن. حالا نمیدونم این کسی که داشت عربی حرف میزد، تنها چیزایی که من شنیدم کرة القدم یعنی فوتبال، کره به همین توپ میگن، قدم هم که فوت به مورد پاس یه فوتبال. بعد در یک جایی به نام ریال مادرید مثل که اسم تیمی هستش که این آقای رونالدو اونجا بازی میکنه و این بچه رو بردن اونجا که ببینه مثلا یه التیامی پیدا کنه و فلانی حرفا. به هیچ وجه، به هیچ وجه اونهایی که تمام این جنایت ها رو دارن انجام میدن در سراسر دنیا، نه تنها یه جا و دو جا، به هیچ وجه، به هیچ وجه حاضر نیستن قبول کنن که کارشون غلطه. و آقای اوباما باز دوباره در یه پیامی که داد راجع به همین جلسه که در واشنگتن بود هفته گذشته، خیلی خیلی واضح گفت که شما که در سرزمین های فلسطین هستید و اونجا رو غصب کردید، هر کاری دلتون میخواد بکنید، ما هواتون رو داریم، چه از لحاظ نظامی باشه، چه از لحاظ اقتصادی باشه، چه از لحاظ سیاسی باشه، چه از لحاظ اون کمیته امنیتی سازمان ملل باشه، گفت قصهش رو نخورید، ما به تو داریم، اینا هر حرفی بزنن ما به تو میکنیم، هر کاری دلتون میخواد بکنید. دیگه ببینید امریکا در یک سرازیری خودش، یعنی امریکا در یک جایی قرار گرفته که حالا زیاد مناسب نیست، مردمش هم به شدت در التهاب هستن که چطور امکان داره سرمایه های بزرگ در دست یک عده خیلی کوچیکی باشه، اونها معلوم نیست از چه قماشی باشن، از چه نوع آدم هایی باشن، ولی خب اسامی خیلی بزرگی هستش که میتونید برید ببینید که اینا کیا هستن، پول دست اوناست و اینطور داره صحبت میشه و آقای اوباما اینطور سنگ به سینش میزنه، آقای بایدن و حالا مون برای این 4 نفری که رفته بودن اونجا، 5 نفری، دوتا از دموکرات ها و 3 از جمهوری خواه ها، برید بشینید گوش کنید ببینید اینا چی دارن میگن.
دیگه دستمال ابریشمی نیست دستش، یه سفره بزرگ ابریشمی، نکنه کوچیک باشه و اندازه نباشه که اینا بتونن این چیزهای قبیح خودشون رو انجام بدن. از اون برم آقای نتانیاهو دیروز بود مثلی که پیامی از اون طرف فرستاده بود که حالا نمیدونم چرا نیومده بود اینجا، حتما چون آقای اوباما رفته بود در کوبا، اونم قهر کرده بود که چرا خب من دارم میام، چرا وای نستادی که بیای پیشواز من، رو رو ببین. به هر حال ایشون هم از طریق سکایپ یا یه چیز دیگه پیام فرستادن اینجا، صحبت هایی کردن و گفتن که ما همیشه آماده به صلح هستیم، ما 50 سال میخواییم صلح بکنیم، میخواییم دو کشور بشه، یکیش کشور جهودا بشه، یکیش کشور فلسطینیا بشه. چی گفتی؟ یکیش کشور جهودا باشه، یکیش کشور فلسطینیا باشه، منتها اون کشوری که مال فلسطینیا هست مثل نقطه هایی هستش که پراکنده در یه جایی هست، برای اینکه اینا بخوان از یه سر مملکتشون به جای دیگه برن باید مثلا 24 ساعت یا 48 ساعت طول بکشه که 10 کیلومتر برن، چون ما اینا باید اجازه بدیم از اینجا بیاد اینجا، از اینجا بره اونجا، از اینجا بره اونجا، از اینجا بره اونجا. و در ضمن اینا حق ندارن اسلحه داشته باشن، حق ندارن نیروی فلان داشته باشن، فلان در شما فلان، ولی ما بهترین اسلحه ها رو امریکا به ما داره میده. حتی خیلی جالب بود این حرفش، گفتش که ما اسلحه هایی که ما داریم خود امریکا نداره. الله اکبر، گفت اسلحه هایی که ما داریم خود امریکا نداره. چطور نداره؟ بچه‌دار. گفت مثلا ما یه تانک میخریم از امریکا، افرادی که هستن در اونجا میان اینا رو وا میکنن و چیزاشو عوض میکنن و یه چیزایی توش میذارن و فلان و فلان و فلان، بعد این 10 برابر بهتر از اون تانکیه که امریکا داره کار میکنه و ما این چیزشو محرمانه است و به هیچ کس هم نمیدیم. چرا نمیدیم؟ برای اینکه به هیچ کس ما اعتماد نداریم. وقتی که میخواییم این تانک رو مصرف کنیم، اگر کسی بدونه این چطور کار میکنه ممکنه جلوشو بگیره. پس بنابراین ما نمیتونیم نمیکنیم این کار رو، و چیزهایی هم که داریم چه هواپیماش باشه، چه فلان باشه، چه این باشه، چه موشه، بهتر از همه است. بعدم گفت نگاه کنین، یه دکمه فشار داد، یه موشک در اومد و رفت تو آسمون، گفت به ایرانیا دارم میگم، شما اگر کوچکترین فکری داشته باشید که به ما موشک پرتاب کنید، این موشک های ما هست که شما رو وسط آسمان میزنه، فلان میکنه، به ما میکنه، این طور هست، اون شما نم، این طور، اون طور. خب فقط ببین دنیا به کجا رسیده. 6 میلیون جمعیت در اون سرزمین های فلسطین، 6 میلیون که بیشتر نیستن، اگه بیشترن به ما بگیم بیشترن. 7.5 میلیارد جمعیت دنیا رو علاف کردن، 7.5 میلیارد جمعیت دنیا رو چنان دارن میچلونن، چنان میچلونن، هر دفعه ازشون میپرسیم بابا چی میخوایی؟ میگه باید به ما تضمین بدی که به ما هیچ کس چپ نگاه نکنه. میگم آخه 7.5 میلیارد جمعیت دنیا رو ما چطوری کنترل کنیم که به شما چپ نگاه نکنه؟ نه اومدیم مثلا یکیش چشش چپه، اون رو چیکارش باید بکنیم؟ چشمش چپ نگاه به شما کرد و ما باید چیکار کنیم؟ چه خاکی سرمون بریزیم که یه نفر چشش چپ رو به شما نگاه کرد؟ بله. بعدم میگن اسلحه های پیشرفته داریم، همه چی داریم، اگرم کم داریم آمریکا رو داریم. بعد چه تشکرهایی از آمریکا، چه تشکرهایی که از مردم کرد. یادش رفت بگه که بابا شما اینقدر پول به ما میدید، اینقدر اسلحه به ما میدید، اینقدر پشتیبانی میکنید، همه جای دنیا ما هر غلطی بکنیم ما رو از اون حادثه میارید بیرون و در میریم و میریم و فلان و فلان و فلان. بعد منم خیلی خیلی قارقاتی قضیه که مردم امریکای بدبختی که از صبح تا شب جون دارن میکردن، کار میکنن با 10 دلار 15 دلار کار میکنن، یه لقمه نونی به دستشون میاد، نمیدونن چطوری برن خونهشون بنشینن. اینها یک کتازی در اون منطقه که بله اینطوری یه مملکت رو از بین بردن، عراق بود، یه مملکت رو از بین بردن، سوریه بود، یه مملکت رو سعی کردن از بین ببرن، اردن رو
مصر بود، لیبی رو که از بین بردن، سوریه رو از بین بردن، حالا دارن چیز نرمن غریب رو میخونن که بله ممکنه ایرانی ها بیان در این بلندی های گولان و اینا یه تهدیدی برای ما باشه. ما برای اینکه از خودمون دفاع کنیم حق داریم هر کاری خواستیم بکنیم. برای اشاره کرد که بله راش هم داریم. هیچ مملکتی تا حالا نیومده رجز بخونه و قصر از آب در بیاد. اینها همش غیر قانونیه، یعنی خلاف قانون بین المللیه که شما بیایی مردم دنیا رو تهدید کنید که اگر اینطوری نباشه من اسلحه های اتمی دارم میزنم تو سر همه. حالا غافل از این که اگه بخوای تو سر هم بزنی تو سر خودتم زدی، یعنی اون منطقه امکان اینو نداره که شما یه اسلحه اتمی استفاده کنی که بقیهش رو سر خودت خراب نشه. حالا به اونجا رسیدن ولی نمیدونم چی کار کنن. اگر مثلا با اسلحه اتمی خودشون بیان مثلا مکسیکو رو بخوام بزنن، خب این یه برای دنیا هست، مو برای دنیا هست. با اسلحه اتمی ایران رو میخوایی بزنی، عراق رو میخوایی بزنی، سوریه رو میخوایی بزنی، مصر رو میخوایی بزنی، ترکیه رو میخوایی بزنی، کجا رو میخوایی بزنی؟ او وسط موندی فسقلی. یاد بگیرین این واقعا حقیقت داره که اگر افرادی که سرزمین های فلسطین رو غصب کردن، همین هم دیدید یه بچه کوچولو رو پدر مادرش رو چطور کباب کردن و این بچه مونده از اونها، اگر نرسید به یک راهی که بابا اقوام گذشته یهود نصارا و مسلمان اینا با هم زندگی کردن، هیچ وقت به هم دیگه تعرضی نداشتن، تا شما اومدید و گفتید ما زایونیست هستیم، ما بهتر از همه هستیم. چرا؟ کتاب آسمانی اینو گفته. بله به شما مأموریت داده شده که از به تمام مردم دنیا به بشریت خدمت بکنید، نه که وبال گردنشون باشید و زنگوله بشید دور گردنشون. اینم قبول ندارید. بعد میرسه یک مرحله ای که خب بالاخره دیگه صبر ما که ممکنه تحمل ما کم باشه و این تحمل اون که همه رو خلق کرده سالهای سال هست، میرسه یک مقطع زمانی که میبینید برخلاف خواست الله سبحانه و تعالی اگر خواستید کاری بکنید در یک چشم به هم زن دیگه نیستید. یعنی اون جزایی که برای شما الله سبحانه و تعالی اختار کرده، گفته که سه بار شما به مرحله قدرت میرسید و هر در هر سه بار امتحان میشید، دو بار تا حالا امتحان شدید، این امتحان آخریه که بیایید با اون برادرها خواهرای همسایتون همزیستی بکنید، حق بازی در نیارید، ننه من غریبه رو نکنید، نفرستید کسی رو در خونه یکی بگه من پست آوردم و بگید رو بخشید در درش، نرید خونه یه نفر یه بمب بندازید رو همشون بکشید رو کبابشون بکنید. آخه شما بالاخره یک احساسی دارید، یک وجدانی دارید. ما امیدمون بر این هستش که خواهد بود روزی که یک مملکتی به نام فلسطین خواهد بود که در این مملکت فلسطین مردم از اقوام مختلف، از ادیان مختلف همسایه هایی خواهند بود دور خودشون و بهترین مملکت رو خواهند درست کرد در جایی به نام فلسطین. حالا یکی میگه اینجا رو من دو تیکش میخوام بکنم، اون یکی میگه سه تیکش بکنم. حتی آقای نتانیاهو گفت بله ما قراره که این کارا رو بکنیم، پایتخت ما میشه اورشلیم یا بیت المقدس جروسلم و پایتخت فلسطین میشه رامالا. حالا ما این رامالا کجا هستش که پایتخت فلسطینی ها میخواد بشه، ایشون تعیین کرده. و حتی این افرادی هم که برای رئیس جمهوری میخوان نامزد شدن که میخوان انشالله مثلا رئیس جمهور بشن، یکی جو همه اون هم گفتن من به جمهور ردی که رئیس جمهور شدم پایتخت رو میارم به بیت المقدس. حالا
الله سبحانه و تعالی خیلی ساده میگه هر چی هست و نیست مال منه، برای یک مدت کوتاهی اینا دست شما داده شده، موقتی همش. بیت المقدس هم مال منه، واشنگتن هم مال منه، این یکیش هم مال منه، اون یکیش هم مال منه. شما موقتی اینجا هستید. یادتون رفته مگه رومیا رو؟ مگه یادتون رفته ایرانی های پارس قدیم رو؟ مگه یادتون رفته فرعون های مصر رو؟ اینا کجا هستن حالا؟ همه رفتن. حالا شما یه تیکه کوچولو 6 میلیونید بابا، مگه بیشترید به ما بگید چند تایید؟ 6 میلیون 7.5 میلیارد جمعیت دنیا رو میخواد علاف کنه. چرا آخه؟ چرا؟ بله. بعدم همونطور که عرض کردیم به شما دارن میگن که بله ما یک مملکتی فقط میخواییم مال جهودا باشه، کسی دیگه توش نباشه، و اگرم کسی هست مال اونجا نیست. حالا من نمیدونم نقشه بر چی هست، افرادی که حالا دارن اونجا زندگی میکنن جهود نیستن، آیا اینها رو اخراج خواهید کرد بعد از اینکه اینجا شد یک مملکت جهودها؟ یه نقشتون چی هست؟ یعنی اینطور که وقتی این میگه این مملکت فقط مال جهود هست، مردم که کر نیستن، مردم که کور نیستن، میشنون میبینن. بعد با تمام این فجایعی که دارید به بار میارید، دستتون رو میشورید از خون مردمی که ریختید در این چند مدت گذشته، 1500 نفر در 3 هفته، 3000 نفر در 1 ماه و نیم، اینا مگه آدم نیستن کشتید شما ها؟ ما اینجا بارها گفتیم هر چیزی که کاشتی درو میکنی، خوبی کاشتی خوبی درو میکنی، بدی کاشتی بدی درو میکنی. ما تا حالا خوبی از شما ندیدیم که کاشته باشی تو منطقه فلسطین، یک جایی که سالهای سال اسمش فلسطین بوده. بقیه شما از جاهای دیگه اومدید، حتی در بعضی از شعب یهودیا، اصلا اینا با قوم یهود اصل که فرزندان یعقوب بودن هیچ ارتباطی ندارن، هیچ ارتباطی نیستش بین فرزندان یعقوب. 12 فرزند داشت حضرت یعقوب که دوتا آخریاشون یوسف و بنیامین بود، و الله سبحانه و تعالی به اینها قول داد که من به شما یه جایی رو میدم که برید زندگی کنید، خدمت کنید به بشریت، شما رو من انتخاب کردم، این سرزمینی به این خوبی رو به شما میدم. بقیه از جای دیگه اومدن. حالا دعوا سر چی هست؟ دعوا سر یه ذره زمینه. خب انقدر دعوا بکنید که همه چیز تو سرتون خراب بشه. نه تنها اون، آب و به روی برده های خدایی که سرزمینشون هست بستن، آب بهشون نمیذارن بره، محل های کشت و کارشون رو دارن خشک میکنن، بعد میرن میگن چون اینجا خشک شده ممکنه اشکال آتیش داشته باشه، از ریشه دارن میکنن تمام این درخت هایی که سالهای سال طول کشیده رشد کرده، آب و بستن، آب که نمیره خب درخت خشک میشه. این درخت مگه چقدر میتونه بدون آب بمونه؟ یه فصل، دو فصل، سه فصل خشک شد، میگن این چیز آتیش سوزی داره، امکان آتش سوزی داره و خطره، خطر آتش سوزی هست، بعد این از ریشش بکنیم و میکنن صافش میکنن، یه سال دو سال بعدش میان شروع کنن خونه ساختن، میان خب اینجا اینطوری افتاده، خب بی مصرف و ما مصرفش میکنیم. ولی غافل از این که خالقی هست که همه رو خلق کرده، نه تنها من، نه تنها شما، همه چیز، هر چیزی که میبینی رو خلق کرده و برای همه ما یک وظیفه رو گذاشته که وظیفه من چی هست، وظیفه شما چی هست. یکی معلمه، یکی مهندسه، یکی کارمنده، یکی غذا میپزه، یکی ظرفشو میشوره، یکی میره میکاره گوجه فرنگی و سیب زمینیشو میکاره. هر کدوم ما یه جایی داریم تو این چرخش. بعد وقتی که ما نتونیم اونطوری که باید این کارا رو بکنیم، خب بالاخره اون چی میگن، صبر الله سبحانه و تعالی تا یه جایی هست، و وقتی که اون
کار به یه جایی میرسه، کاسه لبریز میشه، اون موقع هست که اتفاقاتی خواهد افتاد که کنترل نه من هست، نه شما هست، نه هیچ کس. حتی اون چیزی که ما میگفتیم هیزم خشک و تر با هم خواهند سوخت خواهد بود. اونی هم که کاری نکرده در اون از بین خواهد رفت. منتها اونی که کاری نکرده با وجدان آروم میره، اونی که کاری کرده با وجدان ناراحت میره، ولی هر جفت میره. و این هستش که ما امیدواریم این مقدار زمانی که مونده برای همه، نه تنها برای من، نه تنها برای شما، برای همه، به یه جایی برسید که بابا اینطوری علکی نگو که من صلح میخوام، من صلح میخوام، بعد بگی آقای عباس صلح نمیخواد. آقای عباس آخه چی کار است که بنده خدا صلح بخواد؟ آخه چی داره، چی داره که صلح بخواد؟ یه آدم چاق خبرتی و پیر افتاده یک گوشه، اصلا معلوم نیست صداش چطور در میاد یا نمیاد، چی داره که بده؟ شما از اون روزی که آقای بنگوریان اومده تا حالا چند تا نخست وزیر داشتی؟ از اون موقع تا حالا این بدبختای فلسطینی چند تا چیز داشتن؟ یکیش یاسر عرفات بود که اونطوری، حالا این آقای عباسه، دوتا. بعد هم هیچ میگی کسی نیستش اونجا ما باهاش صحبت کنیم. خب البته که نیست، اینا رو کس نمیدونید شما باهاش صحبت کنید، قول میدید زیرش میزنید، حرف میزنید عمل نمیکنید، حق اینا رو میخورید، حقشون رو قسم و سرزمین هاشون رو برداشتید و قسم. نه تنها اون، قانون بین المللی به شما یه چیزی گفته، اونم زیر پاتون گذاشتید، خونه میسازید جایی که نباید بسازید. هر کس دیگه بود تا حالا صد بار اینو برده بودن دادگاه، صد بار ازش غرامت گرفته بودن، ولی شما نه. به شما نباید کسی بگه چپ نگاه کنه، همون که گفته این بدبخت بیچاره اگه چشاش چپه نباید اون طرف ها پیداش بشه، اون برای پیداش بشه آه ببین به من چپ نگاه کرد، بابا این چشش چپه. بله، بعد همونطور هم که هستش دیگه، میدید در تمام دنیا هر جا هر چیزی هست یه سر نخش به اینها بسته میشه، چه انقلاب روسیه باشه، چه انقلاب فرانسه باشه، چه انقلاب این یکی باشه، چه انقلاب اون یکی باشه، هر جاش یه ذره یه نخه میشه ای داده میداد. برای اینکه آب و گل آلود کنن و ازش ماهی بگیرن، به هیچ وجه قانع نیستن که چقدر مردم رو از بین میبرن، چقدر مملکت ها رو به هم میریزن و نابود میکنن. سوریه رو برید ببینید چه خبره، یه مملکتی که برای خودش مملکت بود حالا شده یه آشغالدونی. چرا؟ یه در آوردن اسمشو داعش گذاشتن، یه در آوردن چیزی نصرت گذاشتن، این فلان، همه شون هم میرن در اون درمانگاه های زاینیستا درمان میشن و میان. از دهن خود همین آقای نتانیاهو در اومد که گفت ما همه رو درمان میکنیم، عکس هم ازشون نمیگیریم. خنده داره. عکس هم ازشون نمیگیریم، میان درمان میشن و میرن. یعنی چی؟ یعنی همینا هستن که میدونن سرکرده های داعش کیه، میدونن سرکرده های آی اس آی کی هست، میدونن الوسط کی هست، میرن همه رو بیارن اونجا دو تحت و تمیزشون میکنن، به همدیگه بحث میکنن و باز ولشون میکنن برو اونجا. اگر جنگ هست با این چیزها، خب شما چرا نمی کنین حق خودتون؟ چرا تا حالا نتونن یکی از این داعش ها یا آی اس آی بیان به شما چیزی تعرض کنن؟ چرا؟ جنگ بین چی هست حالا؟ جنگ بین این و اون هست. بله، بعدم که خب برای اینکه همه رو مشغول کنید، برای اینکه برچسب بزنید به این و اون، اسم میگذارن. همونطور که عرض کردم، یک کسی که کار زشت انجام میده چهار تا اسم براش درست کردن، بهش میگن گی، بهش میگن لزبیان، بهش میگن ترانسجنتر، یا میگن اون یکی بایسکچوال که به نظر قشنگ بیاد و گی یعنی لغت خیلی قشنگیه. نمیگن که افتضاح کاریه، نمیگن که این مزخرفه،
اجتماع رو دارن وادار میکنن که کثیف‌تر و کثیف‌تر بشه. وقتی که شما هیچ نوع وجدانی ندارید، انقدر کثیف شدید، هر چیزی که بهتون بگن میکنی این کار رو. نمیگی که آقا من چرا این کار کنم، خفه شو، برو این کار رو انجام بدی. حالا چند روز پیش ها دیروز بوده، پریروز بوده، پس پریروز بوده، یک هفته پیش بوده، ده روز پیش بوده، یه ماه پیش بوده، شیش ماه پیش بوده. در اروپا به شدت انفجارهایی میشه، ملت میمیرن، افراد بیگناهی که به هیچ چیزی نه سر پیاز بودن نه ته پیاز، اینا در این حادثه ها فوت میکنن، از بین میرن. و همش هم از کجا در میاد؟ میگن اینها ISI هستن، اینها میخوان یک خلافتی را بندازن در اینجا، خلافت اسلام، و طریقش هم شریعته. شریعت هم ما آخر نفهمیدیم که کتابی هست به نام شریعت، یا اینکه این از کجا در اومده، یا لغت شریعت. شریعت شر، شارع یعنی راه، جاده. حالا کتاب شریعت هست، در بیارید ما بخونیم یاد بگیریم. و یه آقایی هست به نام فرانک گفنی که به آقای کروز مثلی که داره مشاوره میده، که اونم بالاخره از اسمش معلوم هست که کی هست و چی نیست، میتونید گوگل کنید ببینید این مال چه قوم و قبیله ای هست، فرانک گفنی. و ایشون داشت میگفت که بله، ما مشکل ما با شریعت خواهد بود، مخصوصا اون مسلمانایی که تو امریکا دارن زندگی میکنن، اینا یه روزی ممکنه چیز کنن که برای شریعت ما اینطوری میگه، پس بنابراین اونطوری باید بشه. بله، بعدم هر دفعه یه جایی منفجر میشه، یه دی بیگناه که به قتل میرسونن، میمیرن، هیچ کس نمیاد بگه آقا این جوونی که مثلا 20 سالش بوده 30 سالش بوده، یه چند بودون بمب با خودش آورده ترکونده، این چرا به این روز افتاده؟ آیا نمیخواید بدونید که همینطور ادامه پیدا بکنه؟ یا میدونید به کسی نمیخواید بگید؟ آخه چون هر چیزی، هر حادثه یا هر عارضه، مثلا من سرما خوردم عطسه میکنه، خب یکی میاد میگه آقا یه روز خونت بمون، بخور بکن، فلان کن، بهمان کن که حالت جا بیاد، بیا بیرون. عوض این که درمان کنن، میخوان از بین ببرن، تا عطسه بکنی میخوان سرتو ببرن. اه؟ تقصیر من نبود که عطسه کردم، سرما خوردم، غلط کردی سرما خوردی، پوپ رفت تموم شد. حالا 1.8 میلیارد جمعیت دنیا مسلمان هن. یعنی از هر 4 نفر یه نفرش، 25% جمعیت دنیا مسلمان هن. بعضی از کشورها، بعضی از دولتها، بعضی از سیستم هایی که زیاد آینده خوشی برای خودشون نمیبینن، اگر قوانین اسلام، اون درس ها و راه های اسلام در بین مردم رایج بشه و مردم یاد بگیرن که اسلام چی داره میگه و چی نمیگه، برای این که اینو خرابش کنن 1001 جور آب تو این قرآنش ریختن، بعد هم بگن این تفسیر داره، این معنیش اینه، اون معنیش اینه، این یکی معنیش اون یکیه، و حالی که اینطور نیست، یک معنی بیشتر نداره، اونم حرف الله سبحانه و تعالی، حرف حقی هست که الله به وسیله جبرائیل به حضرت محمد فرستاده و حضرت محمد هم با زبون خودشون گفتن. بعد اینو جمع آوری شده، بعد از ابوبکر، عمر، در زمان عثمان، اینا همه جمع آوری شده و اونهایی که نزدیک حضرت پیغمبر بودن این جمع آوری ها رو نگاه کردن، ترتیب بشتارن سوره های مختلف، و همون قرآنی هست که از اون زمان تا حالا هست، هیچ تغییری پیدا نکرده، هیچ زیر و زبرش پیدا نشده. البته افرادی هستن مثل این آقای سروش که این توی این منطقه زندگی میکنه و زمانهای زیادی هم مثل این که ایشون در چیز بوده، در قم مثل این که تحصیل کرده. برای صحبت ما سر همین بودش که چطور امکان داره یه دی محدودی بخوان تمام دنیا رو علاف خودشون بکنن، و به جایی میرسه که یه دی مثل همین افرادی که در اروپا دارن حمله میکنن به اماکن مختلف،
محل قطار هست یا فرودگاه هست یا اینجا یه مدرسه بود، اونجا یه جشن بود، فلان این کارا رو دارن میکنن، و ما میخوایم بفهمیم آخه اینا چی شده که این کارا رو دارن انجام میدن. اگه یه دردی دارن، به درد اینا ما باید برسیم. 1,800,000 1,800,000,000 مسلمون رو نمیتونید بکشید، نمیتونید همشون تو زندان بکنید. دین الله هستین، دینی نیست که من درست کرده باشم یا شما درست کرده باشید. حتی به جایی رسیده که سعی دارن میکنن یه بگن بله این فلسطینی ها که در سرزمین فلسطین دارن زندگی میکنن و اون افرادی که سرزمین های رو غصب کردن، چرا این مادر پدرهای فلسطینی به این بچه های کوچیکشون میگن که اینها غصب کردن خونه شما رو، اینها هستن که پدرش رو کشتن، اینها هستن که همه این بلاها رو سر شما آوردن. میگه اینا نباید این حرفا رو بزنن، این باید منتها بشه، انتها پیدا بکنه. خب انتهاش موقعی هست که شما دست برداری از این کارا، شما دست بردار از این کارا. اون چیزی که نداره چطوری بخواد بده به شما؟ هیچی نداره، همه چیزی گرفتی، چیز دیگه چی میخوایی؟ به قول اون داریوش میگفتش گل گندم مال من، هرچی میکارم مال تو، و هم گلشو میخواد، بقیهش مال خوده. این دیگه گلش هم دیگه نداره، هیچ چیزشو نداره بده. تمام دانشگاه ها، تمام دبستان ها، تمام دبیرستان ها، هر جایی که یک کلاس درس باشه، یکی از این افراد اونجا هست که مواظبه که حرف رده زده نشه. تو حرف زده باشه، نه باید اینطوری باشه، آزادی بیان هست، آزادی فلان هست، آزادی فلان هست، آزادی مذهب هست. ولی وقتی که میرسه به یک مسلمون، دیگه اون آزاد دیگه نیست. نه، شما آزادی مال اونا نیست، مال یکی آزاد، مال اون آزاده که بره کارهای زشت رو در ملای عام انجام بده، بگه مثلا من هوموسکشوال هستم. حتی این لغت هوموسکشوال هم میگن دیگه مصرف نکنید، این یکی لغت رو مصرف بکنید. هر چیزی رو هم برچسب براش سریع درست میکنن. اسلام رو تقسیم بندی کردن، اسلام متعادل، اسلام معمولی، اسلام نم سکولاریست، اسلام متجدد، اسلام نم بعد فلان فلان فلان. اسلامی اسلام بیشتر نیست، یه قرآن هم بیشتر نیست، یه پیغمبر هم بیشتر نداشته، اون اسلامه. حالا شما هرچی آب بریزی تو این چیز درست در نمیاد، یعنی نمیتونید خواست الله سبحانه و تعالی رو بچرخونید. البته خب میگم بعضی اینا رو قبول میکنن، بعضی قبول نمیکنن. الله سبحانه و تعالی در قرآن میفرمان هر کاری رو که من بخوام انجام میشه، ولی اگر کاری باشه که من نمیخوام انجام بشه، اگر تمام دنیا جمع بشن که بخوان اون کار انجام بشه، نمیشه. و اگر یه کاری رو من بخوام، اگر تمام دنیا جمع بشن که نظرم بشه، میشه. اینو من که نگفتم. بعد اومدن لغت برای شما درست کردن، ای مسلمونا، برای شما ها یه لغت درست کردن به نام culture of death. این آقای نتانیاهو هم روزی گفت اینا. ما این جایی که واشنگتن هست و جای مختلف این صحبت ها میشه، اینم زمزمش هست که مردمی که مسلمون هستن مرگ و دوست دارن، مرگ و دوست دارن. بعدم با کمال وقاحت میگن علتش اینه که وقتی اینا مردن میرن اونجا 70 تا حوری براشون منتظرن. با حالی که همچی حرفایی نیست، قرآن هیچ حرفی اینطوری نزده که 70 تا حوری منتظر کسی باشه. اگر حوری برای مرد هست، پس برای زنا چی؟ زنا حساب نمیشن؟ میخوام بدونید که چطور با تمام وقاحت، یعنی حتی از الله سبحانه و تعالی نمی ترسن که این حرفا رو دارن می زنن. بعدم میگن بله مال اینها culture of death هست، مال ما culture of life. در قرآن هم یک آیه هست برای این که اگر از یکی از این زایونیستا بپرسی که چرا
چیز نمی کنی که مثلا بگی خب الحمدلله مرگ من داره میرسه، کارامو کردم و الحمدلله اون یکی دنیا بالاخره یک قاضی هستش که به تمام این چیزا رسیدگی خواهد کرد و سهم هر کس و معمول هست به همه خواهند داد. ولی چرا هیچ وقت فکر نمی کنید که ممکنه مرگ سراغ شما بیاد؟ فکر میکنی که همیشه خواهی بود؟ هزار یک جور حقوق بازی میکنند، خودش رو به سیستم های مختلف، سروم های مختلف میبندن که مثلا 100 سال 200 سال عمر بکنن، همچی خبر ها نیست. همین آقای شرون بودش دیگه، ایشون سکته کرد، در حال کما بود 5 سال 10 سال هم چندین سال اونطوری بود. بعد از آقای شرون 2-3 نفر دیگه چیز شدن، نخست وزیر شدن. سلام عرض کردم برادر عزیزم. سلام جناب آقای اجلالی، سال نو مبارک، خوب و سلامت باشید. انشالله خیر باشه، ما جای شما رو همیشه خالی میکنیم و امیدواریم که سال نو برای شما و خانواده محترم هم خیلی خوب و مفید باشه برای هممون. انشالله برای همه عزیزان ایرانی، برای همه دنیا، برای همه دنیا. بله، آرزوی ما آرزوی جهانی هست، یعنی بله آرزوی منطقه‌ای نیست. بالاخره ما هممون مخلوق یک خالق بیشتر نیستیم. همه انسان‌ها باید در نهایت آسایش و آرامش با خوبی و خوشی زندگی کنند. البته البته، ولی خب چطور میشه که یکی میاد یه آبی که من دارم میخورم توش گلالود میکنه که من دیگه آب از یه رو باید نه، تکلیف اون چی میشه؟ به هر صورت نمیدونم، آدم باید یه خود خودش کلاشو قاضی کنه، ببینه چه جور باید بررسی کنه که این گلالودی از کجاست. درست، از فکر خود آدمه، از نمیدونم میدانشی خود آدمه یا دیگران مقصرن. بله بله، ما راجع به این افرادی که در اروپا این کارهای زشت کشت و کشتار انجام دادن داشتیم صحبت میکردیم، که ما فکر میکنیم که ریشه علت این کار رو باید پیدا کرد که دیگه باز تکرار نشه، نه که خود اینها رو سرکوب کرد. و بالاخره اگر ریشه کار رو پیدا نکنی این چیز ادامه خواهد داد. پس بنابراین به نظر میاد که به نفع یه دهی هستش که این کار همینطور ادامه پیدا کنه، چون نمیخوام برن ریشهش رو پیدا کنن که آه چرا اینطور شده. نظر شما چیست؟ ایشون رفتن نیست. خیلی انشاءالله. بله. هستی تنوز یا رفتی؟ هنگام. بله، ما همش صحبتمون سر این هستش که اتفاقی که میفته یه علت داره. ولی علت شو پیدا کرد که چرا اتفاق افتاده، اگر نمیخواید باز دوباره اتفاق بیفته. مگر اینکه نه، این برای شما یه سرمایه درآمدی شده که هر دفعه یه تغییر جا میشه یه پول تو جیب شما میره. خب اینم از خدا میخواد اینجا وای نسه، همینجا یه ادامه پیدا کنه. مخصوصا در کشورهای سرمایه داری میگه بابا ما از این چیز پول داریم در میاریم. بعد از 911 میدونی چند هزار شرکت امنیتی درست شده تو خود همین امریکا؟ میدونی چقدر سگهای مخصوص دارن تربیت میکنن که بو بکنه مثلا ببینه یکی نفسش یه بوی عجیب غریب میده نکنه این تروریست باشه؟ کلی از این کارا داره میشه. به هیچ وجه حاضر نیستن ریشه کارو پیدا بکنن، برای اینکه منبر درآمدشون خشک میشه. نمیخوان پیدا کنن. اگه پیدا کنن گوله بکی میفروشن، اگه پیدا کنن اسلحه بکی میفروشن. چرا بیان؟ بله سلام علیکم، قطع شدیم. قطع شدی ها. بله، بعد اتفاقی که در اروپا افتاد چند نفری کشته شدن، بالای 200 نفر زخمی شدن به دست افرادی که نمیدونم دنبال چی میگردن. بله بله، ما صحبتمون همین هستش که این افراد دنبال چی میگردن. هیچ کس نمیخواد پیدا کنه که اینا دنبال چی میگردن، برای اینکه اگر پیدا کنن اینا دنبال چی میگردن قائله ختم میشه. اینا نمیخوان قائله ختم بشه. این عدالتی که در دنیا حاکمه آقای
اجدادی من فکر میکنم و البته من موافق کار اونا نیستم، منم نیستم، باعث میشه که انسان ها برن دنبال کاریشون نمیدونن عاقبتش چی میشه. بله و الهیشی رو دلخوش نمیره دنبال این کارا. بله دیگه همین هستش که اسمشو گذاشتن Culture of Death، یعنی اینا افرادی بله. هستن که به زندگی امید ندارن، اصلا میخوان بمیرن همشون. بله بله الحمدلله. این آدم از اینش، حالا آدم های صاحب مقام و تحصیل کرده و دنیا دیده شم مثل آقای نمیدونم امثال آقای بشار هستن، اون پینوشه بود 40 سال پیش تو آرژانتین اون جنایت رو به پای کرد، آدم ها رو به کشتن داد. بله بله. هنوز که هنوزه ملت آرژانتین دارن خسارت اون زون اونها رو میدن. کاملا صحیح و پشتیبانیش رو آمریکا میکرد و مرکز اطلاعات یه پشتیبانیش چی بود نمیدونم. بله. ما بهتر میدونیم بقیه دنیا دیده شری بهتر میتونیم. شیلی بود. بله اونجا شیلی بود برادر عزیزم، نه آرژانتین. شیلی بود. بله نه تو آرژانتین هم بعد از اون گالتیری نه گالتیری پینوشه بود تو شیلی. بله پینوشه مال شیلی بود، در آرژانتین یه آقایی بود به نام گالتیری که اون زمان که انگلیس ها حمله کردن و با اینا جنگیدن و اون جزیره که مال اینا بود غصب کردن، از اون موقع اینها رو بده کردن و سعی کردن که هزاره یه جور برا سرشو بیاره. برنامه ما داره تموم میشه برادر عزیزم، با صدا قطع شد. خب خیلی تشکر میکنم از حضور شما، الحمدلله دوست عزیزمون تونستن با ما صحبت بکنن و انشالله به ما موقعیتی بدید هفته آینده انشالله باشیم خدمتتون میرسیم و ما رو یاری میکنین و چند تا چند نفر تبریک عید بفرستاده بودن، تشکر میکنم. صحبتاتون اینجا بود نتونستیم پخش کنیم، هفته آینده انشالله. یک نامه هم هست راجع به مادر که هفته آینده انشالله باهاتون صحبت میکنیم. I'm